بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دانش آموزان عزیز. خب در ادامه بررسی سوالات پرتکرار امتحان نهایی فصل دوم، موضوع دایره بیضی و سهمی رو می‌خوایم بررسی کنیم و در واقع تمرینی بشه و کاری که تا حالا انجام دادیم. خب دایره در واقع یکی از موضوعی است که تنوع سوالش زیاده، ولی اگر شما چند تا موضوع از بحث حسابان مثل فاصله بین دو تا نقطه، فاصله نقطه از خط، معادله خط، این موارد رو بلد باشید، با رسم یک بحث دایره و خطی که و کارهایی که میخوای انجام بدیم میتونیم مسئله رو به راحتی چیکار کنیم، حل کنیم. در اکثر موارد هم از ما چی میخوان؟ معادله خود دایره رو میخوان. خب معادله دایره که همونجور که اطلاع دارید مرکز نیاز داره و شعاع، که با توجه به اطلاعاتی که از حسابان دارید میتونید دوتا رو به راحتی به دست بیارید. بیضی هم به این صورت هست، معمولا دوتا سوال میاد ازش. یکی از سوالات به صورت اثباتی، مبحث اثباتیه که توی تمرینات صفحه 57 کتابتون قرار گرفته. حتما اون 4 تا یا 5 تا تمرینی که مربوط به بیضی هست توی صفحه 57 کتابتون مطالعه بکنید، چون دیگه اثباتی من اینجا دیگه نمیارمش. این مباحث بیشتر میخوام مثالهای عددی بزنم. پس یکی از سوالات به صورت اثباتی بهمون میدن و یکی دیگه از سوالات هم به صورت عددی محاسباتی هست که بسیار راحت و ساده است و اینجا چندین مثال ازتون میزنیم که این موضوع هم باهاش آشنا بشید. موضوع سهمی، اکثر سوالاتش رسم کردن سهمی هست که اونم به نوبه خودش صحبت میکنیم، مثال میزنیم و ببینیم چقدر ساده و راحت میتونیم مسئله رو چکار بکنیم، حل کنیم. ولی تنوع سوال بیشتر روی بحث دایره است. من تا تونستم این مثالای رو اینجا آوردم توی بحث امتحان نهایی که تکرار شده تا این تنوع رو ببینیم و به قول معروف با سوالات آشنا بشیم. خب شروع کنیم. مثال اولمون رو از موضوع دایره استارتشو بزنیم. گفته معادله دایره رو بنویسید که مرکز آن، خب مرکز رو بهمون داده، بهتون گفتم واسه نوشتن معادله دایره من دو تا پارامتر لازم دارم، یکی مرکز لازم دارم، یکی هم شعاع دایره. وقتی این دو تا رو داشته باشید معادله دایره رو یادآوری کنم، x منهای آلفا به توان 2 به اضافه ایلگ منهای بتا به توان 2 مساوی با r به توان 2، که آلفا و بتا می شدن مرکز دایره و r به توان 2 یا خود r در واقع شعاع دایره رو بهمون میداد. خب تو این سوال مرکز دایره رو بهمون داده، یعنی آلفا ما 2 هست و بتا ما هم 1 هست، نقطه مورد نظر. تنها چیزی که ما باید تلاش کنیم به دست بیاریم چیه بچه‌ها؟ شعاع دایره هست. خب ببینیم که یه ترسیم هندسی داشته باشیم، ببینیم اصلا چی از ما میخواد. حتما این کار رو تو این فصل انجام بدید، هر سه موضوع دایره بیضی و سهمی حتما این کار رو انجام بدید. پس ما یه دایره در نظر بگیریم، مرکز مشخص هست 2 و 1، گفته بر خط 3x به اضافه 4y مساوی است با منفی 5 مواس باشه. حالا خطی نمیخواد دقیق مشخص کنه، فرض کنه این خط مورد نظر باشه. حالا کار به خیلی به جزئیات خط دیگه نداره، چون میخوام یه دید کلی از کارمون داشته باشیم. خب من اگه بخوام در واقع شعاع دایره رو پیدا کنم، فاصله مرکز تا خط مورد نظریاتون هست، توی هندسه دو بهمون گفته بودن شعاع همیشه بر خط مماس چی میشه؟ عمود میشه. پس من اگر فاصله نقطه از خط مورد نظر رو پیدا کنم در واقع چی به دست میاد؟ شعاع دایره. خب حالا بریم یه یادآوری ریز بکنیم، اینجا معلوم به حسابان هست، فاصله نقطه مثلا کلی میخوام این نکته رو یادآوری کنیم، نقطه آبی از خط این رو بذاریم آلفا بتا باشه، بتا چون معمولا توی خط عادت داریم با آبی کار کنیم، به ایگرگ به اضافه سی مساوی سی. بچون به چه صورتی بود میگفتیم دی همون فاصله برابر است با پنیر مطلق
آلفا و بتا رو جای ایکس و ایگر این معادله خط قرار میدادیم، یه عدد میشد تقسیم بر رادیکال توان دو ضرایب ایکس و ایگر. این میشه فاصله یه نقطه از خط. بعد حواستون به این نقطه باشه ها بچه ها، معادله خطتون حتما باید مساوی صفر باشه. حالا به این موضوع اینجا اجرا کنیم. پس من اگه بخوام شعاع رو به دست بیارم میشه همون فاصله نقطه دو یک از خط در واقع که بعد ما خواستم ماس بشه. پس من اول حواسم باشه این پنجه باید بیاد این بر معادله استاندارد خط رو بنویسم. خب طبق این یادآوری نقطه رو جایگذاری بکنیم داخل خط، میگیم حد مطلق سه به اضافه 4 در 1 به اضافه 5 تقسیم بر توان 2 ضرایب، یعنی 3 و 4، 3 به توان 2 4. اینو مرتبش کنیم پایین که میشه 9 به اضافه 16 که میشه 25، جذر 25 از 5 رو بهم میده، 3 دوتا 6 با 4 10 با 5 15، 15 5 هم میشه چند؟ میشود 3. خب شعاع به دست اومد، مرکز هم که به هم داده تمام شد دیگه. حالا میتونم من معادله خط رو چکار کنم، معادله دایره رو بنویسم، میشه ایکس منهای 2. حتما بنویسید کامل کنید کارتون. بعضی بچه‌ها که امتحان نهایی همه زحمت میکشن یادشون معادله دایره رو کامل بکنن و بنویسید دیگه منهای بتا به توان 2 برابر است شعاع که 3 شو به توان 2 میشه 9. همچنین معادله دایره به این صورت به دست. پس تنها چیزی که از این داستان میخواستیم این بود شما باید فاصله نقطه از خط رو برداشت. این مثال اول از موضوع دایره. بریم مثال بعدی. گفتم تنوع سوال بچه توی بحث دایره زیاده، اگه بیدید تمریناش هم نگاه بکنید آخرین درسه میبینید تنوعش زیاده. ما سعی کردیم پرتکرارو رو اینجا جا بدیم و با هم دیگه تمرین. حالا نکاتی چیزی هم داشت اینجا صحبت کنم. مثال بعدی گفته معادله دایره بنویسید که خطوط این دوتا خطه شامل قطرهای از آن باشه. شامل قطرهای از آن باشه یعنی آقا این دوتا در واقع قطرهای دایره رو پوشش بدن. یعنی مثلا بی نهایت قطر داره دیگه، یعنی آقا این دوتا بیفته دقیقا روی خود قطرهای دایره که شما دارید. یعنی اگر قطره این قطره رو رسمی کنم روی یکی از این خطا بیفته. حالا نکته سوال توی چیه؟ همینجا استوب کنم ادامه‌شو نخونم. هر وقت شما قطر دایره رو داشته باشی قطرهای دایره همیشه یه وجه مشترک دارن، همشون به مرکز دایره میرسن. پس نکته سوال اینه محل برخورد این خطها این نهایت خط هم باشه همشون توی مرکز دایره به هم میرسن. محل برخورد خطها میشه مرکز دایره. پس اگه سوال بهم داده باشه شامل قطرهای از آن باشه، نکتهش تو اینه محل برخورد دو تا خطه میشه مرکز دایره مورد نظر. گفتم واسه نوشتن معادله دایره من دو تا چی نیاز دارم، یکی مرکز یکی شعاع. خب مرکز رو هم از این طریق به دست بیاریم، سریع محل برخورد پیدا کنید تو حسابم بهمون یاد دادم یه دستگاه دو معادله و دو مجهول رو تشکیل بدیم ایکس منهای ایر مساوی با 3. خب دستگاه رو حل کنیم ایگره با ایگره خط بکنه 2x مساوی با 4، ایکس برابر است با 2. پس طول مرکز دایره 2 میشه. خب 2 رو هم ایده جا جای گذاری کنیم، مثلا توی اولی جای گذاری کنیم ایگره یمون هم چند به دست میاد؟ منفی 1. پس مرکز دایره هم مشخص شد 2 و منفی 1. این گام اول. حالا نوبت شعاع هست، ادامه سوال حتما خود به ما راهنمایی کنه شعاع رو چجوری به دست بیاریم. میگه و خط 4x به اضافه 3 ایگر مساوی منفی بر آن مماس باشه. دقیقا هم سوال قبلی شد دیگه، سوال قبلی بحث مماس بودن و دقیقا همون خط هم هست. این سوال داره تکرار میشه. پس اگر ما یه خط اینجا داشته باشیم فاصله مرکز تا این خطی میشه همون شعاع. چی؟ شعاع داره. خب مرکز رو دارم، فاصله هم طبق سوال قبل انجام میدم با توجه به ظاهر سوال که شبیه قبلیه خودتون میتونید کار بکنید. شعاع میشه چند و چهار؟ شعاع میشه 3. در نهایت
معادله دایره ما میشود x منهای 2 توان 2 دیگره منهای منهای 1 میشه به اضافه 1 به توان 2 مساویس به شعاع به توان 2 که میشود. از به این طریق ما آشکار کردیم با تجربه نکته که اینجا بود مرکز به دست آوردیم و در نهایت مثل سوال قبل فاصله نقطه از خط شعاع رو به m داد. این هم پس از یک مثالی دایره و موضوع و نکته جدیدی که اینجا داشت. خب بریم سراغ سوال بعدی ببینیم داستان یکی چیه. خب یکی از سوالات پرتکرار امتحان نهایی بچه ها وضعیت دوتا دایره نسبت به هم هست. بچه توی هندسه دو داشتید این موضوع رو، پس من اگه بخوام یک کوچولو یادآوری کنم این موضوع رو، اینجا دو تا دایره نسبت به هم 6 تا حالت داشتن. اگه یادتون باشه میگفتی چی؟ از اول هم مرکز بودن، میرفت جلو متداخل میشد، مماس درون میشد، متقاطع میشد، مماس برون میشد و در نهایت متخارج میشد. من چجوری داستان اینا رو کش کنم؟ به کدوم یک از این دوتا چیشتا حالت اتفاق میفته؟ نگاه کنید، من سعی کنم حالا شکلاشم بکشم یادآوری هم بشه بسیشون. وقتی این مدل سوال رو به شما میدن، من باید سه تا پارامتر رو مشخص کنم. یک، شعاع دایره اول، این اسمش R1 بذاریم. شعاع دایره دوم، اسم اینو R2 بذاریم. مرکزاشون هم به دست بیاریم. همیشه سوال اینجوری این دوتا رو لازم داریم و مرکزها اینا باید داشته بشه، O1 و O2. ما الان اینا رو باید به دستشون بیاریم. اگر بخوام فاصله در واقع وضعیت رو باشه، وضعیت دوتا دایره رو پیدا بکنم، من باید پارامتر R1 R2 رو داشته باشم و D هم خطل مرکزی بود که توی هندسه 11 داشتیم. خط مرکزی چجوری به دست میومد؟ فاصله دو مرکز دایره، یعنی همون فاصله O1 از O2 رو میخواد. فاصله دو تا نقطه، شما دو تا نقطه دارید دیگه. من میخوام فاصله دو تا نقطه رو پیدا کنم، چیکار میکنم بچه هایاتون هست؟ گفتی رادیکال تفاضل ایکساشون به توان 2، تفاضل ایگرگاشون به توان. این فاصله دوتا نقطه رو همیشه به همون میداد. این در واقع میشه همون دی که دنبالشه. پس من R1، R2 شعاع دوتا دایره رو باید داشته باشم و دی رو داشته باشم. خب از این سه تا پارامتر چه کمکی میتونم بگیرم؟ من یه پیشنهاد همیشه بچه ها میکنم، میگم آقا شما یه محور رو خودت بکش همیشه اینجا که عدد صفر باشه، بعد تفاضل دو تا شعاع رو بنویسم. من فرض کنم یک R2 بزرگتر از R1، R2 منهای R1 یعنی مثبت بشه و جمعشون هم اینجا نیست، R2 به اضافه R1. خب چند تا ناحیه داریم؟ 1، 2، 3، 4، 5 و 6 تا ناحیه اینجا داریم، همون 6 تا حالت دایره که دنبالش. خب اینا مشخصن، صفر مثلا این شده 3، اینم شده 5، عددهای مشخصی هستن. دی هم یه عدده، دی هم شده مثلا 2، حالا هر عددی که تونه باشه. این دیه که به شما میده توی یکی از این 6 تا ناحیه میتونه قرار بگیره. مثلا اگه اینجا 3 باشه، اینجا 5 باشه، 2 میفته توی این ناحیه دیگه، بین 0 و 2 میفته. مثلا اگه دی شده باشه 4.5، چون این 3 هست این 5، پس توی این ناحیه میفته. پس اون دیه که شما به دست میاد توی یکی از این ناحیه قرار میگیره. خب اگر دی شما دقیقاً افتاد روی 0، یعنی دی 0 شد، یعنی دو تا دایره دقیقاً رو هم افتادن دیگه، هم مرکز هستن. پس یه کم پیش میاد البته هم مرکز میشه، یعنی دایره ها روی هم دیگه میافتن. من اگه بخوام این شکل رو عوض کنم، یعنی اینجور حالتی میشه. اگر دی که شما داشته باشید توی این ناحیه قرار بگیره، میگیم دو تا دایره چی هستن؟ دو تا دایره متداخل هستن. متداخل یعنی اگر مرکز دایره بزرگتر باشه، دایره کوچیک‌تری که این برتر می‌کنه در درون دایره میفته. اگر دقیقاً بیفته روی تفاضل دو تا شعاع، معنیش اینه دو تا دایره مماس درون هستن.
دوتا دایره مماس درون هست. اگر توی ناحیه تفاضل و مجموع دوتا شعاع قرار گرفت، یعنی دوتا دایره چی هم؟ دوتا دایره متقاطع هستن. من اینجوری هم بنویسم، پس این میگیم مماس درون دیگه ببخشی که اینجا کم میشه، نیکی هم میشه متقاطع. اما باید فرق کنم اینو بدری دارم اینو بیاد آوره کنم. اگر مجموع دی که به دست آورده، اگر دی که به دست آورده افتاد دقیقا بگیم مجموع دوتا شعاع، این میشه چی؟ مماس خارج، یعنی دوتا دایره بیرون با هم دیگه چی هم؟ بیرون با هم دیگه مماس هم، بهش میگیم مماس خارج. و اگر دی شما بزرگتر از مجموع قرار گرفت، یعنی توی این ناحیه افتاد، دوتا دایره متخارج هستن، یعنی از هم دیگه کلن فاصل، یعنی دو حالت میشه. پس شیشتا حالت رو من اینجا چکار کردم؟ یادآوری کردم. حالا بریم این داستانی که اینجا گفتی واسه این سوال پیاده بکنیم. شعارها رو به دست بیاریم، مرکزها هم به دست بیاریم، دیگه لازم داریم دیگه شعار و مرکزها رو لازم داریم. خب شعار و مرکز رو بلدید حساب کنید. مرکز چجوری حساب میشود؟ میگفتی آ تقسیم بر دو منفی آ، تقسیم بر دو که در واقع سه رو بهم میده، منفی بی هم تقسیم بر دو که یک رو بهم میده. برای روش ریز هم بهتون یاد دارم بچه‌ها، شما مشتق رو بلدید. از x مشتق بگیرم مساوی صفر بذارم x رو بهم میده، از y فقط مشتق بگیرم مساوی صفر بذارم y رو بهم میده. اگر خواستیم مرکز رو به دست بیاریم اون فرمول یادتون رفته بود. شعاع چجوری به دست میبردید؟ میگفتی یه دوم رادیکال a به توان دو 36، b به توان دو 4، منهای 4 تا 4 برابر 3 که میشه چقدر؟ 36. 36 با 36 حد میخوره، رادیکال 4 دو میشه 2، 2 دو دوم هم میشه 1. پس شعاع اول ما 1 هست. شعاع دوم مرکز شو به دست بیارم، مرکز که 0 و 0 دیگه واضحه، شعاعش هم عددی که سمت راست جذب بگیره، رادیکال 1 هم میشه چند؟ میشه 1. پس در نتیجه شعاع و مرکز هر دو تا دایره چکار کردیم؟ به دست. خب من واسه وضعیت دو تا دایره فقط سه تا پارامتر نیاز دارم. شعاع ها رو لازم دارم و دی خط المرکزین رو نیاز دارم. و دی خط المرکزین رو نیاز دارم. خب بچه ها خط المرکزین رو پیدا بکنیم. دی گفتیم خط المرکزین یعنی تفاضل مرکز دایره ها، تفاضل طول و تفاضل عرض و تمام که میشه فاصله دو تا نقطه از هم دیگه. خب سه منهای صفر، من اینو کامل انجام بدم، سه منهای صفر به توان دو، یک منهای صفر ایگری با از هم کم کردم به توان دو که میشه نو به اضافه یک که میشه ده، رادیکال ده رو بدیم. درست گفتم بچه ها؟ نو به اضافه یک که میشه رادیکال ده. پس دی به دست اومد، یعنی تقریبا میشه سه و خورد. درسته سه و خورد میشه، سه و یک ده هم چون خیلی نزدیک به نو هست، یا تقریبا سه و یک ده هم درده. خب حالا میخوام از این نکته که اینجا گفتم یه استفاده بکنم. گفتیم چیکار بکنیم؟ گفتیم محور رو بکشیم سری صفر، تفاضل دو تا شعاع رو داشته باشیم. تفاضل دو تا شعاع چقدر میشه بچه‌ها؟ یک. یعنی دو تا دایره رو هم دیگه انگار افتادن. درسته؟ یعنی تفاضل اینجا یک صفر رو بزنه. حالا پس این ناحیه وجود نداره. بعد دیگه چی نیاز دارم؟ مجموع دو تا شعاع رو نیاز دارم. دو به این صورت. خب دی توی کدوم ناحیه میفته بچه‌ها؟ صفر تا دو، دو تا بی‌نهایت. دی شما توی این ناحیه قرار میگیره. 3 و 1 دهم، 3 و خورده توی این ناحیه قرار میگیره. توی این ناحیه قرار میگیره، میگفتیم چه حالتی اتفاق میفته؟ متخارج. پس این دوتا دایره متخارج هستن، از هم دیگه فاصله. میتونستید یه حالت دیگه کار دیگه هم بکنید. دستگاه مختصات 0 و 0 شعاع رو بکشید، 3 و 1 مرکز دستگاه مختصات رو مشخص کنید با شعاع 1، تا حدودی از این طریق هم میپذیرن توی بحث امتحانات. ولی بیشتر اصل مطلب در واقع این موضوع هستش. پس اینم وضعیت دو تا دایره که مطمئنا احتمال 80-90% میتونه سوال امتحانی باشه. پس حتما اینو بررسی کنید.
خب بریم سراغ یک سوال دیگه از موضوع دایره. بچه وضعیت خط از دایره این دفعه از ما خواسته. قبلی وضعیت دوتا دایره از هم بود، این دفعه وضعیت یک خط از دایره. خب یکم با هم دیگه تجزیه و تحلیل بکنیم اول، بعد در واقع بریم سراغ حلش. بچه یه دایره اگه داشته باشیم و یه خط هم به ما داده باشن، بخوام آقا ببینیم وضعیتش چجوریه، به سه حالت اتفاق میفته دیگه، یا خط از دایره بیرونه، یا مماس، یا در واقع خط در دایره قرار. خب واضحه دیگه، شما اگر فاصله نقطه از خط رو حساب بکنید، اسمش رو مثلا حالا بخوام بی نذارم اون دی قبله خاطی نشه، مثلا اینجا دی بزرگ بزرگ، دی بزرگ با دی کوچیک اون خاطی نشه. اگر دی بزرگ با شعاع مقایسه بکنی، شعاع دایره مقایسه کنی، اگر دی بزرگتر از شعاع باشه خط میفته بیرون دایره. اگر فاصله نقطه یا هم مرکز از خط رو حساب کنیم، دی بزرگ همین در فاصله نقطه از خط پس بشه خود شعاع دایره، پس میگیم خط بر دایره چی میشه؟ مماس میشه. و در صورتی که فاصله مرکز تا خط کوچکتر از شعاع باشه، یعنی دی کوچکتر از شعاع باشه، میگیم خط درون دایره قرار میگیره و در دو نقطه اونو قطع میکنه، متقاطع هستش. از همه چی برمیگرده دوباره به فاصله مرکز تا خط و شعاع. پس من از این سوال اول باید این آیتم ها رو داشته باشم. مرکز رو به دست بیارم، مرکز که میشه صفر و صفر، شعاع هم که میشود جذر سمت راست، رادیکال دو، خود دو رو نذاریم ها، رادیکال دو، حواستون به این نقطه باشه. خب خط هم که اونجاست، شعاع رو پس دارم، شعاع واسه مقایسه کردن لازم دارم، نگهش دارم. بریم چی رو پیدا کنیم؟ فاصله نقطه از خط، دوباره همون یادآوری اول کلاس، فاصله نقطه میگفتی چی؟ حالا اینجا با دیه بزرگ داریم نمیش میدیم، میگیم قدر مطلق نقطه هم کجاست؟ نقطه هم مرکزون صفر، صفر و صفر باید درون خود خط جایگذار کنم، به جای ایکس و ایگ دیگه نقطه رو باید درون خط جایگذار کنم. بعد حواستون باشه باید استاندارد باشه، یعنی این دو باید به سمت چپ تساوی، پس میشه صفر، صفر و صفر دارم جایگذار میکنم، صفر منهای دو. رادیکال ضرایب ایکس و ایگرگ، بچه ها ضرایب ایکس و ایگرگ یک، پس چه یک به توان دو، یک به توان دو، یعنی میشه دو بر روی رادیکال دو. حالا خواستید گویاش هم بکنید بردید، چون بدونید حداقل مقدارش چقدر میشه تقریبا. خب دو رادیکال دو در رادیکال دو میشه دو با دو بالا خط بخوره، جواب میشه چی؟ میشه رادیکال. پس دی بزرگ شد، یا فاصله نقطه مرکز از خط شد رادیکال. خب دی رو به دست آوردم، شعاع دایره هم که اینجاست. حالا کدوم یکی از این سه وضعیت قرار میگیره؟ همونجوری که میبینید با هم دیگه برابرن دیگه. اگر فاصله قوی تر بود جدا، اگر فاصله ضعیف بود داخل، و اگر برابر بود دیدیم خط بر دایره چی میشه؟ مماس. حتما بنویسید، رها نکنید. خود این وضعیت نوشتنم باز یه نمره جداگونه دادن شد. پس خط بر دایره چی میشه؟ مماس میشه. این هم پس یک مدل از حتما تمرین کنید. میبینید توی همه سوالا پیدا کردن مرکز و شعاع رو لازم دارید. یه منفی مثبت جابجا بذارید، همه اینا جابجا میشه. پس توی این موضوع حتما یه تمرینی داشته باشید. خب دیگه چه موضوعی میتونیم داشته باشیم از دایره؟ این هم سوال پرتکراریه، بچه ها توی تانهایی زیاد اومده. بینم راحته، فقط دیدیم چی میخواد از ما، چیز سخت نمید. پس سوال با همدیگه بخونیم. گفته معادله دایره بنویسید که این مرکزش، پس مرکز رو به این داده، نصف کار رو خودش انجام داده، و روی خط 2x به اضافه y مساوی 2 وتری به طول 4 ایجاد کنه. یکم تجزیه تحلیل کنیم سوال چی میخواد. این دایره میگه آقا این خط بیا دایره رو قطع بکنه، یه وتر ایجاد بکنه.
پس من این خط، این خط مورد نظر دو x به اضافه y بوده مساوی 2 اومده از دایره گذشته به بدتر جدا کرد، چون بدتر این بود دیگه، این فاصله بهش میگفتیم بدتر. به طول 4 هم طولش هم 4 واحد 4 ایجاد. خب ما چی نیاز داریم بچه‌ها؟ شعاع نیاز داریم تا معادله دایره بتونیم بنویسیم. این مرکز، مرکز هم خودش باید مقدار بهمون داده، منفی یک منفی یک. شعاع رو با یه ترفند ساده بچه‌ها نگاه کنید، اینو به این قسمت وصل کنید، شعاع آر اسمش بذارم، میخواد پیداش کنه، و مرکز رو به وتر عمود کنید. نکته توی هندسه 11 هم داشتیم، اگر شعاع، این هایی که خواستی ادامه بدید، اگر شعاع بر وتر عمود باشه بچه ها، وتر مورد نظر رو به دو قسمت مساوی تقسیم میکنه. پس این مقدار دو هست، این مقدار چنده؟ دو هست. پس نکنید این تکه رو که لازم دارم به دست دارم. اگه دقت کنید داری یه مثلث قائم الزاویه اینجا پدید میاری که با داشتن دو تا ضلع و یه فیثاغورس شعاع چیکار کنی؟ به دست بیاری. پس کلمه وتری به طول فلان ایجاد میشه. این راه حل واسه حل این مسئله باید حتما انجام بدی. خب این مثلث قائم الزاویه یه ضلعش دو شد، نصف میشد وتر دیگه، ولی این ضلع هنوز پیدا نشده. اینو چیکارش کنیم آقا؟ نگاه کنید اینجا بچه، چیز واضحه، فاصله نقطه از خط رو شما بتونی پیدا بکنی، یعنی این قسمت چی میشه؟ به دست میاد. پس من این کار رو انجام دارم، فاصله نقطه منفی یک و منفی یک از خط دویست بدون. میکنی چند بار از این فرمول فاصله نقطه از خط داره استفاده میشه؟ داره همین رو تکرار میشه. پس اینجوری هم بود داستانش، قدر مطلق نقطه رو داخل خط جایگذاری کنیم، دو منفی یک به اضافه منفی یک. نکته مهم و اساسی باید استاندارد بشه ها، این باز سوم چهارم دارم میگم، بچه‌ها جا میندازن من و اینا، باید بیاد این وقت دستار، یعنی باید خط حتما مساوی صفر بشه. رادیکال ضرایبش به توان دو، ضریب ایکس دو به توان دوش، ضریب ایگرگ یک به توان دو که میشه یک. پس چی شد؟ نقطه رو جایگذاری کردن توی خطه، درسته، و ضرایبش هم بتوانید. خب حساب کنیم اینو، منفی دو با منفی یک میشه منفی سه، با این منفی پنج رو به هم میده، پایین هم که رادیکال پنج، این گویا کنید حتما، درست گویا با پنج چقدر راحت تر میشه، این با این کلا خط میده، دوتا با این بالای خط میده، جواب فقط رادیکال پنج. حالا این چی بود؟ نه اینو شعاع در نظر بگیری یا حواست باشه وقتی شکل بگیشی مشخصه داری چیکار می‌کنی. این تکه شد رادیکال پنج. من هنوز شعاع رو پیدا نکردم، الان میخوام فیثاغورس رو روی این اجرا بکنم، شعاع رو الان به دست بیارم. یعنی میشه چی؟ آر به توان دو، رادیکال پنج به توان دو، دو به توان دو میشه نه، جذبم که بگیری شعاع بچه میشه چند؟ سه. شعاع هم به دست اومد. پس در نهایت معادله دایره رو فراموش نکنید. x منهای مرکز ها، مرکز اون چیه؟ منفی یک منفی یک، منهای منهایی که میشه به اضافه یک، ایگره منهای منهایی یک باز میشه به اضافه یک، شعاع به توان پس این میشه معادله دایره مورد نظر. حتی این سوال چند بار نگاه کنید، سوال پر تکراری بوده تا حالا، و چون یه چیکار میکنه چندین مورد پوشش میده از هندسه 11 هم با این فاصله نقطه از خط پوشش میده، سوال کاملی در واقع. پس این هم یک نمونه دیگه از بحث دو. بریم ببینیم دیگه چی داریم از موضوع دایره. بچه اینا همین هم به نمایندگی از مثال‌های متنوع دایره است. یعنی من دیگه یاد گرفتم فاز وضعیت دو تا دایره چی رو پیدا کنم. شما باید تو کتاب تو تمرین نگاه بکنید، تمرین در این زمینه هست. خودت یه بار اینو خوب نگاه کن و رو مسئله پیاده بکن. خب یه سوال جالب که توی کار در کلاس کتابتون اومده و البته توی امتحان نهایی هم اومده ازش، حالا میشه گفت تا حدودی بگیم یه ذره، حالا بگیم سخت‌ترین حالت ممکن است. چون بحث گفته چی؟ معادله این خط، نه نه آره اینم سوال خوبیه،
من سوال مماس فکر کنم مماس دایره هست، اونم سوال بعدی اونه، اونم قشنگ. این هم سوال خوب و بگیم مهم و بگیم متوسط، به حد متوسط. البته با تجزیه و تحلیل هندسی اگه بری جلو این هم سخت نمیشه. خب ببینیم به چه صورتی، یکم صفحه رو بزرگ کنم. اینو تجزیه و تحلیل گفته از نقطه 2 و 3 روی دایره، پس من یه دایره بکشم بچه ها، این نقطه های مهم نیست، جای دایره اصلیش مهم نیست، من میخوام یه دید از کار هم داشته باشم. این نقطه 2 و 3 مماسی بر دایره رسم میکنی، پس یه خط من اینجا برایش رسم کنم. معادله خط رو گفته پیدا کن، برعکس کارمون هست، همیشه معادله خط مماسه رو میداده، یه سری کارا از من میخواسته، الان برعکس از من خواسته معادله خط مماسه رو چیکار بکنم پیدا کن. خب ایده کار رو نگاه بکنید، داستان به چه صورت ایده کار. خب مرکز دایره هم که دارم، مرکز دایره هم بنویسم، گفتم مشتق بگیر یا هر کار دیگه که بلدی انجام بده، از ایکس مشتق بگیرم یک رو میده، از ایده مشتق بگیرم مساوی 0 بذارم باز یک. این در واقع مرکز 1 و 1. بچه ها برای نوشتن معادله خط من چه چیزایی نیاز دارم؟ یه یادآوری بکنیم اینجا. من شیب خط رو لازم دارم و یه نقطه دلخواه x0 y0. وقتی این دوتا پارامتر داشته باشم معادله خط میشد y منهای y0 مساویس با m در x منهای x0. این میشه چی؟ معادله خط. پس من باید این دو تا پارامتر رو داشته باشم تا بتونم یه خط تعریف کنم. بچه نقطه دلخواه رو داری؟ چون گفته آقا خط از روی این عبور کنه دیگه، پس نقطه دلخواهت مشخصه، نقطه دلخواه ما همون 2 و 3 هست. فقط میمونه پیدا کردن شیب خط، یعنی مهمترین قسمت سوال همینه دیگه، شیب خط رو پیدا کنم. پس تجزیه و تحلیلمون روی بحث شیب خط میشه. خب برگردیم به حساب ها بچه ها، نگاه کنید. اول که هندسه، هر شعاع دایره بر خط مماس همیشه چیه بچه ها؟ عمود. الان حسابان، وقتی دو تا خط بر هم دیگه عمود باشن، شیب این مثلا M باشه، شیب این خط هم M پرین باشه، یه رابطه بین شیب خط مورد نظر و خط عمودی که برش قرار میگه وجود داشت. میگفتی M ضرب در M پرین برابر است با -1، رابطه بین یه خط و عمود، خط عمود که بر اون خط ایجاد میشه به این صورت است. پس من اگه بخوام شیبه رو پیدا بکنم، باید شیب خط عموده رو به دست بیارم، تو این رابطه قرار بدم تا اون M چی بشه؟ به دست بیارم. بچه ها شیبه خط وقتی دوتا نقطه دارید که راحت بود دیگه، تفاضل Y ها 3 منهای 1، تفاضل x ها 2 منهای 1، 3 منهای 2 که این پایین هم که 1 میشه پس جواب میشه 2. پس M پریم به دست اومد 2، خط عمود ها دقت کنید ها. من الان M رو میخوام، خود خط مماسه رو میخوام، خب یه معادله هست، پس M میشود -1/2. پس شیب خط مماس هم کشف شد. حالا به چی کار کنیم؟ معادله خط رو با تجربه این بنویسیم، میشود Y منهای Y0 شیبش -1/2 به دست اومد، X منهای طولش 2. تمام شد، همین خواسته بود دیگه، معادله خط مماس. پس یک بار دیگه ما خط عمود شیبش رو به دست آوردیم، گفتیم با توجه به داستان که به حسابان داشتیم رابطه بین خط عمود و خود خط وجود داره، از این هم کمک گرفتیم شیب خط مماسه بلاس. پس این هم سوال خوبی بود در واقع که یکم داستان حسابان هم داخلش آمیخته شد. بریم سوال بگیم. میبینید تنوع بحث دایره زیاده، بعد شما داری ایدهش رو جمع میکنی، الان میبینی باید چی کار بکنی. یه بار مثال دیدی وقتی میگه خود خط مماسه به دست بیار چی کار کنی، وقتی میگه دایره چه وضعیتی نسبت به هم دارن، الان ایده دست داره. یا مثلا یکی سوال، اینم سوال قشنگه بچه‌ها، میبینید چی میخواد، یکم شکل بکشیم، تجزیه و تحلیل کنیم.
گفته معادله دایره بنویسید. نکنید همه سوال معادله دایره رو بخواد که مرکز مرکز به هم داده خدا خیرش بده. بعد میمونه چی؟ شعاع رو باید کمک بگیرم از ادامه سوال. مرکز دایره این بوده و بر دایره به معادله این مماس خارج باشه. خب بشینیم یکم با هم دیگه دو تا دایره بکشیم، مماس داخل مماس خارج هم باشه. مهم نیست حالا سایزش به چه بزرگ، مهم نیست ما داریم یک کار انجام میدیم که یه ایده دستمون بیاد. خب گفته مرکز این دایره که میخوام مثلا معادلش بنویسم یکی باشه، مرکزش مثلا خودش گفته 2-2 باشه. این دایره این ولی هم که بهمون خودش داده سری مرکز رو به دست بیاریم، مشتق بگیر از x مساوی 0-1 رو بهت میده، مساوی 0-2 رو بهت میده، مشتق از این درست گفتم بعد شعاعش هم به دست بیاریم، همیشه شعاع لازم میشه سعی کنیم به دست میشه راد 1-2 رادیکال توان 2. حواستون باشه ضرب x و y حتما باید یک باشه ها، اگه یک نبود تقسیم برای هم مقدار کنیم، چون تو دایره باید اول که ضرایب x و y دو حتما یکی باشه. این نکته مهم، اگر یه وقت گفتن آقا فلان مجهول رو در این به دست بیارین در این تساوی که معادله دایره به هم بده، حواستون باشه باید یه کاری بکنید ضرایب x و y دو حتما با هم برابر باشن. مثلا فرض کنید تو این سوال ضرایب x دو 4 و 4 و y2 همه رو اول تقسیم بر 4 بکن برای این کار رو انجام بده. حالا تو امتحان نهایی اتفاق نیفته ولی داشته باشه دیگه این موضوع. خب A و B و C C مون رفته اون برای حواستون باز به این نکته باشه باید معادله دایره مساوی 3 باشه. پس این 4 رو میاد این بر میشه منفی 4، C ما منفی 4 هست بچه ها، این دیگه چیز واضحی حواست بهش باشه. خب A به توان 2 B به توان 2 منهای 4 تا C، C مون منفی 4 اگه 4 گرفته بودی نکن شعاع اصلا عوض میشه. خب اینو جمع جورش کنیم 16 با 16 32 36 به جزش میشه 6 هم تقسیم بر 2 میشه 3. پس مرکز این دایره که بهم داده منفی 1 بود 2 بود و شعاعش هم چقدر؟ شعاعش هم 3. خب حالا بریم سراغ ایده پیدا کردن. ببین داستان به چه صورته، من شعاع دایره یکی رو میخواستم دیگه، اصلا چشمی هم نگاه کنیم مشخصه من اگه بخوام این رو پیدا بکنم اینو مجهول در نظر بگیرم اسمشو آر بذارم، اینو میخوام پیدا کنم دیگه، اون آر بزرگ گذاشتیم آر کوچک باشه، آر کوچک رو میخوام به دست بیارم. شما اگر فاصله این دوتا نقطه رو داشته باشی هم دی خط مرکزی داشته باشی از سه کم بکنی چی بهت میده؟ شعار میده. تمام شد. پس خط مرکزه مگه نمیشه بچه ها 3 به اضافه آر کوچک؟ خط مرکزه که راحت میتونم حساب کنم چی بود داستانش؟ فاصله دوتا نقطه میشه خط مرکزه دیگه، فاصله دوتا نقطه میشه خط مرکزه میگی رادیکال فاصله دوتا نقطه تفاضل طولها 2-1 میشه 3 به توان 2 میشه 9، -2-2 میشه -4 به توان 2 میشه 16 میشه 25، جذر 25 هم چند میده به هم؟ 5 میده. پس دیمون خط و مرکزی میشه 5، این هم که 3 بود در میشه R بچه شعاع که دنبالش بودیم چند به هم میده؟ 2 بوده. رهاش نکنی ها، هنوز تو معادل دایره رو ننوشتی ها، معادل دایره از من خواسته بود، معادل دایره رو الان بنویس. خط مرکز ها رو که بهمون داده، مرکز رو که بهمون داده بود x منهای طولش به توان 2، y منهای منهای 2 که میشه مثبت 2، شعاعی که زحمت کشید پیدا کردی به توان 2. پس این میشه معادله دایره مورد نظر. پس ایده سختی نداره، شما شکل رو بکشید کار تمومه دیگه. حالا اگر یهو مثلا سوال مماس داخل رو داده باشه، من یک کوچولو اینو تجزیه تحلیل بکنم. ببخشید مثلا حالا دیگه اینم دیده باشه مماس داخل داده باشه بخوای بحث کنی در موردش، مثلا اینم یه دایره دیگه داخل. خب خط مرکز این بچه ها این میشه شعاع دایره. حالا بزرگ کوچیک هم باز بهتون میگه کدوم دایره بزرگتر هست کدومش کوچیکتر. مثلا فرض کنم من دایره بزرگه رو دارم با آر بزرگ نمشون
شما میخوای شاهدای کوچیک رو پیدا بکنید دیگه، با آره کوچیک. همونجور که از روی شکل مشخصه رابطه بین این سه تا چی میشه؟ آره بزرگ برابر از کل. اگه آره بزرگ بخوام میشه کل خط دیگه، میشه دی به اضافه آره کوچک، دی به اضافه آره کوچک. اون یکی شکل رو کشیدم، اون رابطه بینش ایجاد شد، یکی شکلش کشیدم، آره بزرگ هست مجموع دی با آره کوچک. خب آره بزرگ رو معمولا تو سوال به هم میده، خط و مرکزی هم که بلدم حساب کنم اینجا جایگذاری میکنم، آره کوچک یا شعار دایره مورد نظر رو پیدا کنم، تمام شد. یا اگه برعکس بود، دایره کوچکتر رو به شعارش داده بود، با دی هم که به دست آوردی، وقتی جمع کنی شعار دایره بزرگ به دست بود. پس ایده کار همینه، اگه گفته باشه مماس خارج یا مماس داخل هیچ فرق با هم دیگه نداره، بارش با یه شکل ساده شما میتونی این ایده رو واسه خودت پیدا کنی. خب دایره و الان موضوع چی می‌رسیم؟ بیزی. خب بریم سراغ سوالات مبحث بیزی. همونجور که اول کلاس هم بهتون گفتم، بچه‌ها گفتم بیزی معمولا دو مدل سوال میاد. یکی اثباتی هست که صفحه 57 کتاب تمرین 4-5 تا هست، حتما خودت مرور کن نگاه بکن، حتما هم میاد تو تا الان اینجوری. یه مدل سوالش هم بچه ها محاسباتیه که فوق العاده راحته با دونستن یه سری جزئیات از بحث بیزیک، مخصوصا خروج از مرکز، میتونید مسئله ها رو چکار بکنید؟ خب مثال اول گفته اگر خروج از مرکز بیزی برابر با 3/5 از ای رو تو سوال به هم داده، یادتونه بچه ها فرمول ایچی بود سی تقسیم بر آ، این رو به هم داده 3/5. طول قطر کوچک بیزی 16. بچه ها حواستون باشه، قطر رو که بدونی یعنی دو برابر آ دو برابر بی رو بهت میده، یا اگه میگه فاصله کانی یعنی دو برابر سی رو بهت میده. پس دو برابر بی میشه 16. پس بی من چنده بچه ها؟ 8. نه یه خود 16 رو واسه بی انتخاب کنه. طول قطر بزرگ بیزی رو میخواد، یعنی دو آ رو میخواد از شما، و فاصله کانونی یعنی دو سی رو از شما میخواد. فاصله کانونی دو سی، قطر بزرگ دو آ. خب ایده که من بهتون میدم تو حل این سوالات اینه بچه، خوب دقت کنید کارو، میگم خیلی راحتی هم سوالات بیزی. من خواهم از این کسری استفاده بکنم. اکثر بچه ها اشتباه رایجی که پیش میاد اینه، میاد مستقیم میگه سی برابر سه، آ هم برابر با 5 هست. هیچ وقت توی نسبت ها این کار رو انجام نده تو هر درسی، هیچ وقت نیتونی بگی سی برابر سه آ برابر 5. شاید دو تا عددش خاصی بوده با هم ساده شده رسیده به در واقع 3 و 5. چیکار کنم اگه بخوام از این 3 و 5 واسه سی او استفاده کنم؟ من میگم آقا یه پارامتر مشترک این دو تا عددی که ساده شده رو مثلا کا در نظر بگیر، با ادامه با کا اوریجی، یعنی من اینجا میام چیکار بکنم؟ سی رو میگیرم 3 کا، آ رو میگیرم 5. اینجوری بیا از پارامترهای درونی نسبت استفاده بکنم. خب یک رابطه‌ای که توی بیزی وجود داره و خیلی هم استفاده میشه بچه‌ها، خیلی هم استفاده میشه، رابطه فیثاغورسی که بین این سه تا پارامتر وجود داره، قطر بزرگ نسبت به عرض دینامیک نسبتش، قطر کوچک توان دو و فاصله کانونی به توان دو، این همیشه استفاده میشه. الان میخوام از همین کمک بگیرم، با داشتن بی سی و آ کار رو به دست بیارم. وقتی شما کار رو داشته باشی سی و آ به دست میاد دیگه. خب بریم از این کمک بگیریم، آ به توان دو میشه 25، کار به توان دو برابر است با بی به توان دو 64، سی به توان دو 9، کار به توان دو. خب نکا بیاد این بر از این 25 کم بشه میشه 16 کار دو مساویست با 64، 16 یه دو طرف تقسیم برای 16 که بکنیم 4 به هم میده کار، بچه ها چند به هم میده 2. من که 2 در نظر نگیره چون آوسی طول هست، طول هم مثبت میشه. خب پس کار به دست اومد 2. وقتی کار 2 باشه سی میشه و سه دوتا 6 تا، آ میشه 5 دوتا 10.
کنی چقدر فرقش اگه سی رو سه گرفته بودی آ پنج فرق میکنه. پس سی مون شیش، آ هم چند به دست اومد با توجه به کا؟ ده به دست اومد. خب چی خواسته بود سوال؟ دو آ رو خواسته بود، قطر بزرگ رو خواسته بود. الان میگیم دو ده تا بیست میشه فاصله کانونی، دو سی دو شیشتا دوازده میشه، تمام شد قطر بزرگ و فاصله کانونی به دست. پس اگر تونستی از خروج مرگ از همیشه این مدلی برو جلو، کارتو راحت تر میکنه. با توجه به فیثاغورس که اینجا وجود داره اون کار رو میتونید پیدا بکنید. بریم مثال دیگه از بحث بیزی. گفته اگر آ و آ پریم دو رأس بیزی، خودش هم گفته بدن خدا آ آ پریم همون قطر بزرگ. نکنید بچه ها اگر یه بیزی در نظر بگیرید اینا بهش میگن رأس های کانونی، روی کانون قرار میگیره، معمولا با آ پریم و آ نمایش میدن. به این هم میگن رأس غیر کانونی، بی و بی پریم، این بی باشه اینا و کانون هم که اینجا اتفاق میفته افرین. و خب گفته چی؟ گفته اگر آفرین شما باشه دو و منفی هشت، بیدن از سوال چی بیمون میاد؟ این هم باشه دو و دوازده، دو و دوازده. خب بچه ها فاصله آفرین تا آ چقدر؟ کار به دوهاش نداریم. دوازده با منفی هشت چقدر فاصله شون هست؟ دوازده تا اینجا هشت تا بیست تا فاصله میشه دیگه، درسته؟ پس فاصله کلن این میشه بیست تا، یعنی دو آ کل قطر بزرگتون بچه ها میشه دو آ دیگه، درسته؟ دو آ برابر است با بیست، یعنی من از اینجا آ رو به دست میارم ده. حالا اصلا لازم داشتم بیارم ادامهش بخونم. و خروج از مرکز بیزی برابر سه پنجم باشد. بچه ها خروج از مرکز بیزی سی تقسیم بر آ بود، درسته؟ گفته برابر است با سه پنجم. فاصله کانون بیزی را به دست بیارید. همینجا از خود بینید فاصله کانونی میشه دو سی را، نه سی خالی، دو سی را از شما میخواد. بچه ها عادت کن اینو بینید قطر بزرگ اگه جایی دیدی سری بینید دو آ، اگه گفته بود قطر کوچک بینید دو بی، اگه گفته بود فاصله کانونی هم سری بینید دو سی را از ما میخواد. خب من اینجا نشستم یه تجزیه تحلیل انجام دادم، دو آ گفتم شد 20، آ رو به دست آوردم ده. خب تموم شد دیگه کارم، تا اینکه ده بذارم یه طرف وسطن بزنم اینجا 5 سی برابر است با سی، سی بود میگه چند بچه ها 6. فاصله کانونی رو دست نیومده ها، توی تست ها حواستون باشه جواب میشه چند؟ 12. جواب میشه 12، دو برابر سی. پس حتما به این نکته هم توجه کنید. بچه ها اگر من یه قسمت به این سوال اضافه کنم، چون تا حالا نیومده سوالی و دیدیم سوال مدد داشت. بچه ها بعضی خواهی سوال هم داره، میگه آقا وتری که عمود میشه بر کانون بیزی هم طولش چقدره؟ چون یه قسمت کتاب تو این موضوع بوده، این قسمت مثلا دی دپرین اسمش بذارم، دپرین رابطش رو بلد باشید، دو بی به توان دو تقسیم بر آ میشه، بهش میگن وتر عمود بر کانون. شما هر دو تا نقطه اینجا بس کنید وتر میشه، ولی این وتر خاصه، وتری که عمود بر کانون بیزی چی شده؟ عمود شده. طولش هم اینه، تو کتاب هست، دو بی به توان دو تقسیم بر آ، حواست باشه و از حفظش کن. مثلا اگه من سوال مثلا این ماجرا رو تعریف کرده باشه، مثلا آخرش رو گفته باشه وتری که بر کانون بیزی برابر است طولش کدام است؟ طولش رو به دست بیار. من برای به دست آوردن وتر به بی هم نیاز دارم، آ رو که به دست آوردم ده، بی رو برم چیکار چیزی به دست بیارم؟ دوباره فیثاغورس یادتونه آ دو برابر است با بی دو به اضافه سی دو، آ دو که به دست میاد صد، بی هم که میخواییم به دستش بیاریم سی هم که میشه سی و شیشتا، درست نمیشتنم شیش به توان دو سی و شیش. خب این که بیاریم سه هم از
3064 رو بهم میده بچه‌ها، بی در نتیجه میشود 8. پس اون بتری که عمود شده بر کانون میشه 2 ضرب 64 تقسیم بر 10. پس از این رابطه هم میتونی چیکار کنی؟ طول بتر عمود بر کانون رو به دست بیاری. پس این قسمتی خارج از این سوال دوست داشتم بگم و آمادگیش رو داشته باشید. بریم ببینیم دیگه از موضوع بیزی چه سوالی داریم. خب بعضی موقع هم شکلم بهمون میدن دیگه، با شکلم کار بکنیم فران راحت تلات شکلم بهمون میدن. گفته مرکز بیزی مقابل بر مبدا مختصر. پس حواسه باشه مبدا مختصر اینجا، یعنی اینجا صفر و صفر است و قطرهای آن مانند شکل بر محور ایکس‌آی، این کنید محور ایکس‌آی این هم محور ایکس‌آی ها منطبق است و فاصله F از هر دو نقطه O و A برابر 4. پس اینجا 4 هست، این هم 4. طول قطر کوچک بیزی را محاسبه کنید. بچه ها طول قطر کوچک بیزی همینجا گفتم بریش سر بسانه، یعنی 2B را از من بکنید. چی رو از من میخواد؟ 2B رو از من میخواد. خب چیکار کنیم؟ ببینیم از این دوتا چهاری که اینجا نوشته چی به همون میدونیم. بچه این چی بود؟ این هم فاصله، نصف فاصله کانونی، یعنی C شما برابر است با 4. این چیه مقداره؟ چی رو داره نمایش میده؟ نصف قطر بزرگه دیگه، یعنی A در واقع کارمون هم چقدره؟ 8. همین چی واضحه مشخص، شما B رو بخواید دوباره فیثاغورس A2 برابر است با B2 به اضافه C2. خب A به توان 2 64، B به توان 2، C من کجا؟ C من هم 16 میشه. در نهایت B به توان 2 میشه 8 48 درست میگم 16 و بعد 48 همچه بیمون شود رادیکال 48. یا تو تست ها بچه ها 3 تا میخواستی مثلا رادیکالتون ساده کنی، 3 ضرب در 16 درسته؟ 48 پیش 3 تا 16 تا دیگه 16 هم جذبش رو میدونی پیدا کنیم، میشه 4 رادیکال 3. در واقع ساده شده 48 میشه 4 رادیکال 3. حالا چی میخواستی به دست بیاری؟ 2 برابر بی پس میشود 2 برابر این مقدار میشه 8 رادیکال 3. این میشه جواب نهایی شما. قطر کوچک توی گزینه ها نیاد مثلا اگه تستی بود اینو امتحان کنی، خود طول قطر کوچک رو خواسته که میشه 2 برابر. پس این هم چیز سختی نیست، فقط میخواد حل سوال این بود شما سی و آر روی شکلت مشخص کنید. بریم ببینیم یه چی بریم. این هم سوال پرتکراری بود با اینکه خیلی ساده هست پرتکرار بود، حالا گفتیم اینجا قرارش میدونی سوالات بیزی چقدر ساده هست حتما واسه جوابش وقت بذارید. گفته در بیزی مقابل طول قطر بزرگ رادیکال 2 برابر طول قطر کوچک است. پس اینجا یک کوچیک تجزیه تحلیل بکنیم. قطر بزرگ گفتیم 2b هست، قطر کوچک هم که بلاشه 2a هست، این 2b هست. گفته قطر بزرگ رادیکال 2 برابر قطر کوچک. من اینجوری میرسن که عادت کنیم به 2، یعنی 2 رو فراموش نکنیم. پس شد چی؟ قطر بزرگ رادیکال 2 برابر قطر کوچک است. پس اینجا نمیتونیم دو طرف تقسیم رو 2 بکنیم به این برسیم رادیکال 2. اندازه زاویه F B F این زاویه رو از من بچه یادتون باشه همیشه B B پرین عمود منصف F F پرین یا A A پرین هست. عمود منصف یعنی هم داره این دوتا رو نصف میکنه هم عمود هم هست. از طرف میتونی راحت ساده کنی این دوتا مثلث هم هم نهشتن. وقتی هم نهش باشه زاویه ها با هم برابره. پس این آلفا باشه
این هم چی میشه؟ آلفا میشه. پس من زوم کنم روی یه دونه از این مثلث ها، این زاویه رو پیدا بکنم و ضرب داره دو بکنم تا اون زاویه مورد نظر پیدا بشه. خب زوم کنیم روی یه دونش، روی مثلث. قبلا ثابت کردیم این که C هست، اینم که B هست، اینم A هست. قبلا ثابت شده BF یا BFN دوتاش مقدار چی میده؟ همون A هست، نصف قطر بزرگ. یادتون باشه به قدر همین فیدبابتی فیثاغورسه به وجود میومد. من این مثلث پایین‌تر بکشم یکم شکلم واضح تر بشه. پس گفتن این C، این B هست، همیشه این A دقت میخوام این آلفا رو چکار بکنم؟ پیدا شد آلفا رو به دست بیارم. خب چه اطلاعاتی از مسئله داریم بچه ها؟ گفته آ هستش رادیکال دو برابر بی، پس من جای این آیا بذارم چی؟ رادیکال دو برابر بی. پس اینو دارم، اینم دارم. حالا میخوام از نسبت‌های مثلثاتی کمک بگیرم. ضلع آلفا رو در نظر بگیریم، بی میشه ضلع مجاورش، نه که وتره. پس میگم چی؟ کوسینوس آلفا تعریفش بچه چیه؟ ضلع مجاور به وتر. بی با بی خط میخوره، گویاش هم که بکنید رادیکال دو دوم به هم میده. در نتیجه چه زاویه بچه ها با سینوسش رادیکال دو دومه؟ 45 درجه. ولی حواستون باشه سوال اینو از من خواسته، گفتن این دوتا هم پس با هم برابر دو برابر شد. از زاویه مورد نظر میشه دو تا 45 درجه، یعنی چند؟ 90 درجه. پس به این شکل هم اومدیم از این موضوع دایره، از موضوع نسبت‌های مثلثاتی رو کارمون استفاده کردیم. همیشه تو باشه هر وقت زاویه مطرح باشه و از اضلاع مثلث ها سری به سراغ نسبت‌های مثلثاتی. خب رسیدیم به موضوع سهمی. خب رسیدیم موضوع آخر این فصل به اسم سهم. بچه سهم خیلی راحته، ولی اگه یه دقت چاشنی کارتون بکنید مشکلی پیش نمیاد. یعنی شما فقط معادله سهمی رو بلد باشید، چه زمان ایکس به توان دو میرسید، چه زمان ایگرگ به توان دو میرسید، کار سخت نه. نمیخواد چیز اضافی حفظ کنیم این وسط. تو مثال ببینید بهتون میگم ماجرا چه صورتی. خب گفته معادله سهمی را بنویسید که اف کانون، از همیشه از خودتون سهمی رو دقیق قصد کنید. پس من دستگاه متساوی ترسیم میکنم، F مساوی 1 و منفی 2 کانون باشه، S رأس سهمی 1 و 2 باشه، اینجا هم S باشه. حالا من میتونم سهمی رو از خودم رسمیش کنم. نکته مهم کانون سهمی میفته همیشه تو دهانه سهمی. خط حالی اگه به شما داده باشن میفته پشت سهمی. حالا الان در واقع کانون رو به هم داده، رسم که جایگاهش مشخصه، پس من باید طوری سهم رو خودم رسم کنم که دفعه بیفته توی دهانش. پس سهمی ما اینجور حالتی داره، سهمی هر دو دهانه سمت پایین یا بالا بود ایکس به توان دو میرسه، اگر دهانه سهمی سمت چپ یا راست بود ایگرگ به توان دو میرسه توی معادله. چون دهانه سهمی به سمت پایین هست، اون آی که توی فرم سهمی استفاده میشه چی بود؟ منفی میشه. وقتی دهانه به سمت چپ باشه اون آ منفی میشه. پس این جزئیات رو شما بلد باشید هیچ مشکلی توی بحث رسم سهمی و حتی نوشتن معادلش نخواهید داشت. خب گفته معادله سهمی رو اول از ما میخواد. من اول معادله سهمی رو پیدا بکنم. واسه نوشتن معادله سهم شما یه آر نیاز داشتید. آر چی بود بچه‌ها؟ فاصله رأس تا کانون، فاصله رأس تا خط حادی. پس خط حادی میفته پشت سهمی. گفتم دیگه تو F کانون درون سهمی، دهانه سهمی و خط حادی بیرون. خط حادی بچه‌ها محور چی رو داره قطع میکنه؟ ایگر. پس خط حادی شما میشه ایگر برابر یه مقداری. حالا مقدار چی پیدا شد؟ خب بچه فاصله S تا کانون سهمی چقدره؟ این مختصاتش دو بود، اینجا هم منفی دو، فاصله دو و منفی دو چنده؟ چهار. پس آ میشه چهار. همین مقدار رو اگر اون سمتی حرکت کنید،
خط آبی رو به این اندازه 4 بار در سمت بالا برم اینجا 6 میشه دیگه، 2 4 بار در سمت، پس ایگری هم مساوی چنده؟ 6. یعنی خط هادی مشخص شد. همینجور شکل بکشید سوال داری در واقع پاسخ میده. حالا معادلش هم بنویسم، چون دهان به سمت پایین x به تمام دو میرسه، خب پس میگم x منهای رأس سهمیه، رأس اون کجاست؟ این بودش، 1 به توان 2 4 برابر آ. حواس به این آ باشه، آ خودش یه پارامتر طول هست، کاری باش ندارم، ولی اگر دهانه سهم پایین یا چپ بود باید یه ضریب منفی هم بهش بگیم، پس بگیم منفی 4 برابر آ، آ من چقدر شده؟ 4. در ایگرگ منهای رأس سهمی دوباره تمام شد. این میشه معادله سهمی. خط هادی هم روش یک چکار کردیم مشخص شد. دوست داشتین 4 4 تا 16 تو اینم ضرب کنید، دوست نداشتین همش کار نداره. پس این سوالو معمولا ازتون هم میخواد رسم کنید، شما نکن رسم هم کنید حتی شکلتون. بریم یه مدل دیگه ببینیم. سهمی هم خیلی راحت اگر من جو شکل بکشه یا اگر واسه خودتون تجزیه و تحلیل کنید. مثال بعدی گفته سهمی محفوظ است، مختصات رأس کانون حد حادی و و رو پیدا کنید و نمودار رو در نهایت چکار کنید رسم. خب ببینیم این کار رو. من اگه بخوام تمام این جزئیات رو پیدا کنم باید اولین کاری که انجام میدم معادله رو به صورت استاندارد درش بیارم. معادله رو به صورت استاندارد یعنی یه طرف توان 2 باشه، 4 آ هم مشخص باشه، یه طرف هم توان 1 داشته باشه. یعنی من باید از درون این اتحاد مربع بکشم بیرون. پس تمام تلاشون رو بکنیم یادم بیاد اتحاد مربع چجوری میساختم. این پارامتری که یعنی راحت ترین کار رو هم بهت یاد بدم، اون پارامتری که توان 2 داره همه رو یه طرف بذار، بقیه رو بفرست اون بر، مزاحم کارمون نباشه. 8x منهای 2 از چکار کردم؟ اون پارامتری که توان 2 داره رو یه طرف نگه میدارم، بقیه رو با اعداد و هر چی دمان از که وجود داره میفرستیم. حالا به سراغ ساختن اتحاد مربع، این قانون بهت میگه همیشه یادت باشه ضریب ایگرگ نصفش به توان 2، اون ضریب یک توان یک داره، نصفش به توان 2، نصف 2 میشه چند بچه ها؟ 1، به توان 2 دوره میشه به دو طرف تساوی همزمان اضافه کن. اشکال نداره دیگه، هیچ اتفاق نمیفته، همزمان اضافه کرد. پس شد نصف پارامترمون توان 1 داره به توان 2، اول نصفش بعد به توان. خب سمت چپ اتحاد مربع ساخته شد، ایگرگ اتحاد مربع هم بلده دیگه با دقت میشه ایگرگ منهای به توان 2، این دوتا هم که میشه منهای 8 همیشه. حواستون به این سمت راستی باشه این پرانتزه، اگر پارامتر x و y داری باید ضریب x و y دیگه 1 باشه ها، هر چی ضریب x و y بود فاکتور رو بگیر. من اینجا ضریب x هم چنده؟ منفی 8، از منفی 8 فاکتور میگیرم. اگه 1000 منفی 1000 کسری حتی بود از همون عدد با منفیش باید فاکتور بگیرم. پس من میام از یه منفی 8 فاکتور میگیرم، این که x میمونه، این هم منفی 8 فاکتور بگیرم به اضافه 1 میمونه، جمع دوتا شد منفی 8 دیگه فاکتور بگیرم. الان شد معادله استاندارد یک سهمی، معادله استاندارد یک سهمی. حالا میخوام تمام جزئیات که از من خواسته از این بکشم بیرون. رأس سهمی x و y پرانتز تو ذهن خود مساوی 0 بذار، مساوی 0 بذارم منفی 1 میشه، مساوی 0 بذارم 1 میشه. آ رو به دست بیارم، چون اگه آ نداشته باشی کانون و خط و هادی هم نمیتونه به دست بیاری. خب کاری به منفی ازش، منفی یعنی مشخص شده. بچه‌ها نکنید تجزیه تحلیل واسه خودت بکن، همینجا شکلتو ایگرگ به توان 2 داره میرسه، پس دهانه سهمی یا راست یا چپه، چون اینجا منفی داره پس دهانه سهمی دهانه سهمی به سمت چپ میشه. نکنید همیشه تغییر تحلیل ساده به شما کمک کنه. ایگرگ توان 2 دهانه چپ و راست میشه. کار دیگه با منفی ندارم چون تکلیف منفی مشخص شد، پس میگم آقا 4a باید برای 4 باشه. نکنید که فرمول 4a باید بکشی بیرون، هر عددی اینجا بود حتی بر 4 هم بخش وزیر نباشه اشکال نداره،
کسری هم بود هر چی بود مساوی 4 آخر این ثابت همیشه. حالا اینجا شکوفه دو بخش وزیر هارمون چند به دست میاد؟ الان بری نمودارش رو رسم بکنید پارامترهای دیگه هم پیدا میشه، یعنی کانون و حد و حادی هم پیدا میشه. من الان هر چی بگم متوجه نمیشه، پس باید شکل رو چیکار کنم؟ با توجه به اطلاعات اولیه که دارم یه چیز واسه خودم ترسیمش بکنم. خب انشاءالله که جایی کم نمیدم زیاده رأس سهمی شد چی؟ شد منفی و یک. این مهمه، رأس سهم منفی و یک. اینجا رأس سهم شما میدانید دهانه به سمت چپ هست، پس یه دید کلی از که یه شکل کلی بکش از کن، یعنی اینجوری بشه. اگه به اندازه آ بیام به سمت دهانه، کانون رو به هم میده. اگه سمت مخالفش حرکت کنم چی رو به هم میده؟ خط هادی رو میده. تموم شد دیگه. پس من اینجا که آدرسش هستش منفی یک و یک، یک واحد بیام به سمت چپ. وقتی شما یک واحد بیاره اینجا، آدرس این چی میشه که کانون هست؟ اینجا بیام میشه منفی دو، دیگه میشه منفی دو اینگهش که تقریبا منکه از کانون مشخص شد. به سمت مخالفش یک واحد برم، اینجا که منفی یک باشه یک واحد برم، میفته روی همین محور ایگریک ها. همین محور ایگریک ها میشه خط هادیش. داره چه محوری رو قطع میکنه بچه ها؟ محور ایکس ها. پس میگم ایکس میشه برابر یه چیزی، پس خط هادی با هر که برخورد کرد بگو همون پارامتر. به محور ایکس ها برخورد کرد میگم ایکس. تو چه عددی برخورد کرده؟ سه. پس ایکس مساوی سه میشه خط هادی. تمام شد. پس رأس سهمی رو داشتم، به کمک آ تونستم خط هادی و کانون پیدا کنم. حالا گفته نمودارم رسم کنم، ما نمودارم رسم کردیم، تا اینجا هیچ مشکلی نیست، احتمال زیاد نمره کامل هم بگیریم. تو کتاب میگه آقا دو تا نقطه کمکی هم اگه پیدا کنی جای دوری نمیره. نقاط کمکی وقتی سوال نمودار سهمیه، چون یه نمره خاص واسه این در نظر میگیره بچه‌ها که در علاوه بهتون میگن، یعنی کارتون کامله، آقا هیچ مشکلی نداره. ولی آقا میگن دو تا نقطه کمکی ب و ب پریم که تو کتاب معرفی کرده حتما رو سهمیت مشخص. الان بهت میگم تو ذهنت بسپار، چیز سخت نمیشه. نکنید کانون رو در نظر بگیر، به اندازه دو برابر آ به سمت بالا برو، به اندازه دو برابر آ هم به سمت پایین بیا. یه نقطه بهت میده بی و به پیم بهت میده دو برابر آ. پس آ چنده؟ یک. دو برابرش شد دو. دو برابرش به سمت بالا حرکت کنن ایکسه که تغییر نمی کنه، منفی دو. این که ایگرگه دیگه که دو برابر که میشه دو با این جمع بشه میشه سه. دو برابر هم سمت پایین بیا، ایکس همون که تغییر نمی کنه. دو برابر ها دو دو واحد بیا به سمت پایین یک دو میشه منفی یک. این دوتا هم شکل بذارید دیگه مطمئن باش نمره کامل از این سوال رو خواهید گرفت. پس وقتی گفته نمودار سهمی حتما به او بپریم هم به عنوان نقاط کمکی تعیین کنید، چون گفتم نمره مجزا داره. بریم سوال بعد. پس امکان داره برای یک قسمت از سوال خود معادله رو بده، بگه آقا این چیزها رو به دست بیار و رسمش هم بکن. یه مدل سوال دیگه معادله رو بهت نمیده، یه سری اطلاعات رو بهت میده، میگه معادله رو کشف کن رسمش هم بکن و ادامه ماجرا. دقیقاً همه این کارو دوباره می‌خوایم با هم دیگه چیکار بکنیم؟ تکرار بکنیم. پس من سریع هر چی کارو دارم انجام میدم. گفته اگر نقطه این رأس سهم، پس من شکل رسم باز تحقیق کنم، شکل رو دقیق انجام بدیم. دو و اینجا رأس سهم، حالا با آرمایش هم اصلاح فرق بکنم و ایگرگ مساوی هفت خط هادی باشه. خب ایگرگ مساوی هفت خط هادی باشه، اینجا اگر یک دو سه باشه هفت واحد بخواد بره بالا، اینجا هفت یعنی فاصله که آ یادتون هست بچه با آ هست میشه چند؟ میشه چهار. خط هادی میفتاد پشت سهمی، پس خط هادی ما ایگه مساوی هفت اینجاست. پس من الان میتونم سهمی رو تا حدودی رسم کنم، سهمی من یه جور حالتی میشه چون خط هادی میفتاد پشت سهم، کانو میفتاد درون دهانه سهمی، پس فاصله رأس تا خط هادی همون آ رو بهم میده. حالا من از این سمت حرکت کنم کانون رو بهم میده،
پس اینجا سه باشه، من چهار بار بیام به این سمت، کانون سهمی مشخص میشه. آدرس این چی میشه؟ ایکسش که تغییر نکرد دو، فقط ایگرگش سه تا اینجا، اینجا میشه منفی یه پایین، چهار تا بیه پایین میگه از سه. پس کانون پیدا شد، قسمت به همین رو از من خواست. حالا بریم سراغ معادله نوشتن. همه چی داری به نظر؟ آره معادلش هم میتونی بنویسی، چون واسه معادله نوشتن دو تا پارامتر لازم داری، یک رأس و آ رو لازم داری، داری این دوتا. تجزیه و تحلیل کن واسه خود، دهانه به سمت پایین، پس ایکس باید به توان دو برسه، آ هم باید یه منفی بهش بدم. این میشه در واقع تجزیه و تحلیل کردن. سریع سراغ نوشتن فرمول نرو، چون یه چیز جا میندازی یا توانا رو جابجا میذاری. خب پس ایکس داره به توان دو برسه، پس میشه ایکس منهای رأس سهمی به توان دو، چون دهانه به سمت پایین میگی، منهای چهار برابر آ، آ چقدر تو سال؟ چهار شد، در ایگه منهای رأس سهمی دو تموم شد رفت. پس اینم از یه مدل دیگر بحث سهمی. بی و به پریم اگه خواستیم مثلا یه سوال داد اینجا یکم تمرین بکنیم با هم دیگه، به اندازه الان سهمی این سمت دیگه، به اندازه دو برابر آ این سمت برم، بپرین رو بهم بی رو بهم میده، اگه به این سمت هم بیام بپرین رو بهم میده. پس دو برابر آ چند به بچه آمون؟ چهار شد. پس هشت واحد باید به این سمت، این نقطه رو هشت واحد به این سمت ببرید، دو با هشت میشه ده، دیگه که دوازد نمیشه ده و منفی هشت واحد به این سمت برمیم چه منفی شیش و منفی درست نمیشتم هشت واحد. بس به روی پین اون دوتا نقطه کمکی رو اینجا یه بارده گفتن که تمرینی شده میشه. سوال بعدی یه سوال قشنگ یا جدیدی تو بحث سهمی یه بار با هم انجام بدیم، چقدر ساده هست. بعد سوال رو رس کنید میبینید چقدر کارمون چیه راحتی. گفته سهمی این مفروض، یکم تجزیه و تحلیلش کنیم بچه ها. سهمی دهانه به سمت چپ یا راسته؟ پس یه گفتم ضریب x همیشه فاکتور بگیریم دیگه، از ضریب x یعنی میشه 4 در x منهای 1، پس رأس سهمی میشود 1 و 0 مساوی 0 گذاشتیم که اصلا کنار چیزی نداره 0 میشه. آرمون چند میشه؟ چون آ مثبت و از دهانه به سمت راسته، پس شکل من یه اینجور حالتی داره. این عددی که اینجاست و مساوی 4 آ قرار میدم، آ به دست میاد چند؟ 1. خب این اطلاعات کردیم کشیدم بیرون. گفته به مرکز کانون سهمی، پس من لازم دارم یه شکل دقیقی بکشم، گفتم این لازم میشه به بحث سهمی، پس من یه تقسیم انجام بدم، رأس سهمی 1 و 0. کانون بچه، پس کانون رو نیاز داره. کانون داستانش چی بود؟ به اندازه آ، حالا که تجزیه و تحلیل کرد گفتی آقا دهانه سهمی سمت راسته، پس من اینو یه دید کلی از کارم، این سهمی این شکلی میشه، پس به سمت راست باید حرکت کنم تا کانون به وجود بیاد. کانون میفتاد توی دهانه سهمی به اندازه آ، اون چند شده؟ 1. پس یه باید برم سمت راست، کانون میشه 2-0. خط حالی اگه خواستیه یا نه، به اندازه آبی عقب میشه هم محور دوباره ایکس ها، حالا لازم نشده خط حالی پس کاری باش نداریم. گفته به مرکز کانون و به شعاع 3 یه دایره رسم میکنه، پس من مرکز دایره اینجا قرار میدم، شعاع 3 این یه باید یه باید اینجا میفته منفی 1، شعاع 3 دیگه یه اینجور دایره میشه دیگه، کانون وسط نگه بهش حالت گفتن کار مخواهی دید از کارون داشته باشه. حالا اینجا چه نقطه ایه؟ این شاید به درد نخواد. خب سه چایش سه دیگه، سه باید این برمیان، سه باید هم اینجا میشه پنج و سفر، شاید لازم میشه. معادله دایره رو بنویسید بچه، واسه معادله دایره مرکز نیاز داشتی و شعاع رو لازم داشتی. خب مرکز خودش گفته که کانونه، پس می شود x منهای 2
به توان دو به اضافه ایگیه یه منهای صرف به توان دو خودشن شعاره که بهم داده به توان دو سه به توان دو میشه نو. پس معادل دایره هم اینه، صفر هم ننویستم دیگه این شکلی میشه. معادله دایره رو بنویسید، نوشتید سپس مختصات نقاط برخورد دایره و سهمی را بیابید. سپس نبکنید سهمیه یه ادامه بدی با دایره یه جا با هم دیگه دو جا با هم دیگه برخورد میکنه، از ما خواسته مختصات این دوتا نقطه رو چکار بده بکنه. بچه همیشه یادتون باشه اگر خواست مختصات برخورد دو تا نمودار رو با هم پیدا کنی یه پارامتر این دوتا رو مساوی هم قرار بده، یا ایگرگا رو مساوی هم قرار بده یا ایکس ها، چون با هم برخورد میکنن یه جا یه نقطه مشترک دارن که ایکس و ایگرگاشون یکسان میشه. خب این که معادله دایرمون هست، سهمیمون هم اونجاست، ایگرگ دو مساوی است با 4 ایکس منهای 4. میتونی از پایین استفاده کنی از بالا. این دوتا رو من میخوام کنار هم بذارم و ایکس و ایگرگ مشترکشون رو پیدا بکنم. اگه دقت کنید نگاه کنید ایگرگ به توان دو برابر اینه، پس من میام تو بالایی به جای ایگرگ توان دو اینو قرار میدم. گفتم باید جایگزین کنیم دیگه، بر حسب یه پارامتر بشه یا بر حسب ایکس بشن یا بر حسب ایگرگ. پس بهترین انتخاب اینه جای ایگرگ دو 4 ایکس منهای 4 بذارم. پس من این کارو انجام بدم، ببخشید یکم تو در تو شد اینا، پس میشود ایکس منهای 2 به توان 2 به جای ایگرگ 2 اینو بذارم 4 ایکس منهای 4 مساوی است با 9. اینو میخوام به عهده خودتون بذارم خودتون انجام بدید. اتحاد مربع اینو باز کنیم، من یه تیکش رو بنویسم، منهای 4 ایکس به اضافه 4 4 ایکس منهای 4 مساوی است با 9. اتحاد مربع رو نوشتم. خب این که با این خط میخوره بس شلو کاری هم نشده، خودم حل کنم دیگه. آخر x2 میشه 9، x میشه مثبت منفی 3، x میشه مثبت منفی 3، یعنی هم 3 هم منفی. ولی بچه ها اصلا تو منفی 3 برخورد نمی کنه، فقط تو قسمت x مثبت داره برخورد میکنه، کنه نقاط شکلتون داره میگه آقا شکل ما تو قسمت مثبته، پس منفی رو قبول نمی کنه، فقط x مساوی چند رو قبول میکنه؟ 3 رو قبول میکنه. خب شما دنبال نقطه هستی و حواست باشه ایکسشو به دست آوردی، حالا نوبت ایگرگشه. الان سه رو جایگذاری بکنید داخل یکی از این دوتا، جای ایکس جای تو این جایگذار کنم ایگرگ رو به دست بیارم. پس دوتا جواب گیرم میاد. چرا؟ چون توان دو داره. حالا بذار من اول خودشو بنویسم، چه ایگرگ دو برابر است با جای ایکس سه بزنم 4 سه تا 12 منهای 4 میشه چند؟ 8. جذر که بگیرید یه ایگرگتون میشه مثبت رادیکال 8، یه ایگرگتون هم میشه منفی رادیکال 8، چون دو تا نقطه برخورد داره، یکی توی مثبت رادیکال 8 میشه این برخورد هم میشه منفی رادیکال 8 یا 2 رادیکال 2. پس به این شکل هم تونستیم. حالا این دیگه سخت حالت ممکن من دیده بودم تو بحث سوالات امتحان نهایی این بودش که با یه تجزیه و تحلیل تونستیم معادله دایره‌اش رو بنویسیم و محل برخورد هم پیدا بکنیم. خب خسته نباشید عزیزان، ممنون از توجهتون. تمام موضوعایی که به درد بخور و پرتکرار بود تو بحث دایره و بیضی با هم دیگه بررسی کردیم، ان شاءالله پیروز و موفق باشید دوستان. خدا نگهدارتون.